عقب گرامی. این تماس از اقامتگاه شهرداری و توسط زندانی می باشد. من ریحانه جباری 26 سال دارم. با تناب داری جلی می چشمم کردن باش ندارم. اگر اینها رو می نویسم برای بازگو کردن واقعیش که بر من رفت. می خواهم آدم ها بدانند و بعد هر قضاوتی خواستن بکنند. می خواهم بشنوند و بعد اگر خواستن تناب را محکم تر در گلویم ببندند. می خواهم بدانند در 19 سالگی چه بر من رفت که اکنون از مرد نمی ترسم. مادر مهربانم، می خواهم هرچه زودتر این بخش را به پایان ببرم، چرا که می ترسم زمان کافی برای نوشتن باقی نمانده باشد. این نامه ها را به زنی مهربان که همین روزها از زندان خواهد رفت می دهم. تمام داراییم در جهان، در یک طبقه از تختی چند طبقه در زندان شهر ری جا گرفته است. من اینجا چه می کنم؟ خانه هم کجاست؟ بچه‌م خجالتیه. بگم براش. آره گیر نده به من دیگه. فارغ از هر گونه رنج و درد زندگی می‌کردم در خانه‌ای که با عشق بنا شده بود. فریدون. سلام علیکم. من ریحانه، دختر ارشد خانواده سه دختره، زمانی که 19 سال داشتم دانشجوی ترم سوم بودم، با سری پرشور و دلی مشتاق پیشرفت. در یکی از روزهای بهاری سال 1386 در بستنی فروشی نشسته بودم با یکی از مشتریان که برایش غرفه‌ای در نمایشگاه بین‌المللی طراحی و اجرا کرده بودم، تلفنی صحبت می‌کردم. با پایان تلفن، مردی میانسال که با دوستش در آنجا نشسته بود، به طرفم آمد. گفت: ناخواسته تلفنتو شنیدم و فهمیدم که کار طراحی دکوراسیون می‌کنی. محلی دارم که می‌خوام اونو تبدیل به مطب کنم. گفت: جراح زیبایی است.